با عرض سلام خدمت همگی همیهنان گرانقدر و عزیزانی که صدای ما رو در هر کجای دنیا میشنوند. آشار وایزر هستم. میرسیم به 24مین قسمت از سلسله مینیمال های تورا و اتخایم که پرسش و پاسخ است در 8 جلدی کتاب 8 جلدی تلمود استر سفیروت نوشته راب یهودا اشلاک زیخرونو لیبراخا. و پیش از این که ما جلسه رو شروع بکنیم، روز 27 هم سالگرد یاد بود قربانیان هولوکاست بود که من از ضمن شالوم خدمت استاد جوزف ملامد از ایشون میخوام به این موضوع هم اشاره بفرماین اگر صلاح میدونن. با عرض شالوم، لطفا من خدمت. سلام بر همگی، سلام بر دوستان عزیز. بریم اول تو این قسمت تلمود سفیروت لوح شئلود لعنیانیم، سوال شماره 120 سوال می شود: کیتصد متخلقات عشر سفیروت به هی بخینات چه برسان؟ میدونیم 10 سفیروت 10 تا سفیروت 10 نیرو هستند که راتسون اراده الهیت رو در این دنیا مقرر میکنن. این 10 انرژی، یعنی راتسون الهیت درست شده از 10 انرژی، و با شناخت این 10 انرژی من می توانم به راتسون الهیت وصل بشم. یعنی این 10 انرژی که بهش میگیم 10 سفیروت کلید برای من، برای وارد شدن در هیکل قصر راتسون الهیت. و متخلق 10 سفیروت 10 تا سفیرها هستش که 5 فاز داره. این 10 سفیروت در 5 فاز کامل میشن. برای اینی که فاز به فاز بره جلو، یاد گرفتیم تا به امروز که یک مسخی، یک خازن خداوند درست میکنه بعد از اینی که تیمسوم الف میکنه و یک جا باز میکنه برای به وجود آمدن خلقت. اون موقع با استفاده از این 10 سفیروت اراده خودش رو مقرر میکنه که این خلقت رو به وجود بیاره و بعد به نتیجه برسونه. برای درست کردن این کار یک مسخی درست میکنه که اویوت 4 فازی که باید این راتسون آشکار بشه و مشخص بشه، این مسخ با قدرت کششی که داره و قدرت پس زدنی که داره، یعنی هر دو رو داره، هم میکشه هم میتونه عقب بزنه، این مسخه ارخوزر درست کنه، یعنی هم اوریاشار بکشه، نور مستقیم بکشه و بعد نور مستقیم رو تبدیل کنه به نور منعکس شده. این کار مسخه. و گفتیم که این مسخ رو یک کاو میاره، یک خط میاره تو این خلقت به وسیله یک خط خسد، باش میگیم یک خطی است که وصل میشه به یک آدمیزاد که این نیرو رو بتونه دریافت کنه، چون اراده الهیته که مسببه که من در این دنیا بقا داشته باشم. واسه اینه میگه کتصد متخلقات عشر سفیروت به هی بخینات چه برسان. رب اینجور توضیح میدن: هشور شل دلت ها بخینات نکره کته،
میگه خب این 5 تا تقسیم بندی داره دیگه، 5 تا فاز داره. میگه در این 5 تا فاز که واقعا میگه 4 فاز، چون یه فازش اینی که آویوت تبدیل به صفر میشه، یعنی آویوت نیست. پس فرق بین اینی که آویوت اون غلظت باشه یا نباشه، موقعی که نباشه که هیچی، کشش داره، نه کشش داره نه قدرت پس زدن داره. چه موقعی ما مثلا آویوت نداریم؟ چه موضوعی است که میگیم آویوت نداریم؟ موقعی که من گرسنه‌ام، اون حدی کمال گرسنگی من آویوت فاز 4 روم، یعنی بخینه دلت رو نمایان میکنه. ولی موقعی که دیگه گرسنه نیستم، نسبت به غذا خوردن آویوتی ندارم، یعنی هیشتوککوت خواسته ای ندارم، پس قدرت کشش ندارم. پس آویوت من چی بهش میگیم؟ میگیم شورش افس. پس 4 تا آویوت باقی میمونه، بهش میگیم بخیند الف، بخیند بت، بخیند گیمل، بخیند دله. 4 تا فاز میمونه. یه فاز پنجمی اینه که دیگه آویوت نداره، آویوتش میگیم زخ شده، یعنی تسکیه و پاک شده. حالا هشورش دلت بخیند، این 4 تا فاز ریشش شروع میشه، منشأش شروع میشه از کتر، بهش میگیم کتر. کتر یعنی تاج، کتر یعنی یه تخم، یه تخم میتونه کتر باشه. بخینت الف نکرا خخمه، فاز اولیش خخمه است. بخینت بت بینا، بیناییه. بخینت گیمل نکرا تیفرت، تیفرد یعنی زیبایی، بالانس. پس اولیش میاد خخمه، دومیش میاد بینا، سومیش بالانس میکنه خخمه و بینا. چگونه عقل و شعور، درک و فهم بالانس بشن؟ این کار تیفرده. و از تیفرد او زیرم پین، هر موقعی که تیفرت یعنی بالانس به وجود آمد بین خخمه و بینا، بین خخمه و بینا، هر وقت بالانس به وجود اومد، یگانگی به وجود اومد، یعنی خخمه و بینا شعور و درک با هم یکی شدن و بالانس شدن، اون موقع زئیرمپین یعنی یود هی واو هی ظاهر میشه. تا این تیفرت به وجود نیاد، یود هی وف هی ظاهر نمیشه. برای همینه که ابراهام که آمد یود هی وف هی ظاهر نشد، اسحاق که اومد یود هی وف هی ظاهر نشد. خود یود هی وف هم موقعی که با موسی صحبت کرد گفت لا ندتی لهم، به اونها یاد ندادم این هوبیایی که تیفرت چیه. ولی موقعی که یعقوب آمد و گفت تن امت به یعقوب، چون یعقوبی که به امت بالانس به وجود میاره بین خخمه و بینا، اون موقع هویا ظاهر شد. ولی در موقع یعقوب هم ظاهر نشد. چرا؟ چون کلیت این خط وسط کابمسایی، اون نیروی بالانس که تمام 10 تا سفیرا رو بتونه بالانس کنه، هنوز به وجود نیامد. اون تیفرتی که کامل شد و توانست، یعنی اون نیرویی که آمد وابسته شد به یعقوب، به یوسف و به داوید که بهش میگیم موشه ربینو، اون موقع کاو امسایی و اون سنترال کالوم، اون خط وسط که بالانس میاره به طرف دست راست و دست چپ، ظاهر شد. موشه ظاهر شد، با ظاهر شدن موشه هویا ظاهر شد، چون
دید که یک همچین موقعیت بالانسی به وجود آمده، اون موقع خودش رو ظاهر کرد یود هی واو هی برای موشه رابینو. پس میگیم زئیرمپین هکولل بپنه اسمو شش سفیرو، و این زئیرمپینه که بهش میگیم تیفرت در وجود خودش شش تا انرژی رو حاکمه. شش تا انرژی در این تیفرت هستش که اون شش تا انرژی رو بهش میگیم خسد، گبورا، تیفرت، نصح، هد، یسو، که مرکب گذاشت برای این شش انرژی زئیرمپین یود هی واو هی. شش انرژی رو مشخص کرد اول به اسم خسد، گبورا، تیفرت، نصح، هد، یسود، و به هر کدوم اینا یه مرکب درست کرد. مرکب خسد رو کرد ابراهام، مرکب گبورا رو کرد اسحاق، مرکب تیفرت رو کرد یعقوب که گفت تن امت به یعقوب چون هویا امته، نصح رو کرد موشه رابینو، و هد رو کرد اهرون برادر موشه، و یوسف شد یسود، و بعدن هم یاد میگیریم که ملخوت که هفتمی هستش شد داوید ملک. پس خسد و گبورا و تیفر و نصح هد یسود بخینه دلت نکرا ملخوت. الان فهمیدیم که بخینت شورش میشه کتر، بخینت فاز اول میشه خخمه، فاز دوم یعنی هر چیزی با خخمه باید شروع بشه، اونی که ریشه است که شورشه. آویوت کتر همیشه صفره، غلظتی توش نیست. یعنی چی غلظتی توش نیست؟ خواسته ای توش نیست، کامله، همه چی توش هست. نگاه کنید توی هسته هم ریشه هست، هم ریشه درخت هست، هم تنه درخت هست، هم شاخه درخت هست، هم برگ درخت هست، هم گل درخت هست، هم میوه درخت توی این تخمه هست. به این میگیم شورش. فاز اولش میگیم خخمه. هکل به خخمه سیتا، همه چی باید با خخمه شروع بشه. هر کاری که ما میخواییم بکنیم اول با فکر شروع میشه، بهش میگیم خخمه. بعد از اون خخمه بینا، فاز دوم بینا، بینایی و درک. از اون عقل و فکری که من به کلم میاد باید دانا باشم، بینایی پیدا کنم که واقعا معذرت میخوام بگو بینا، سفیرای بینا فاز دوم. فاز سوم تیفره، که خود این تیفرته گفتیم تقسیم شده به شش قسمت که باید شش قسمتش کامل بشه که فاز از سوم به تکامل برسه تیفره. فاز چهارم رو بهش میگیم ملخوت. ملخوت کلیه، فقط ملخوت که روش مسخ هست، فقط ملخوت که کلی داره، کلی رو ملخوت درست میکنه. فاز چهارم، فاز چهارمه که قدرت داره که اون کلی ملخوت رو درست کنه. صد و بیست و یک مهی کونه بیدیوک، میگه اون نیت چی هست؟ اون نیتی که کاملا اسر ولو تشا، اسر ولو اخدسه. موقعی که بریم تو کتاب یتیره که به وسیله ابراهام اوینو نوشته شده، در اونجا توضیح میده، میگه ده تا سفیرات، نه نه تا الا ده تا، نه یازده تا الا ده تا. چرا این حرف رو میزنه؟ موقعی که به ما میگیم فقط ده تا سفیرات هست، چیه که من بگم نه تا یا یازده تا؟ توضیح داد را
משמיעים לו שאף על פי שבחינה דלת שהיא המלכות, גושזת מקונה הרב במה. בוא אם כבחינה דלת, יעני ופוזת שהרומי כמלכותה, אינה מקבלת כלום מאור העליון, וחותרת צמצום א' היא כשודה, הישבח מלכות, נור האור ישר נמגידה. הישבח, תואין דוניה, אין כלי האדם, וסיינה הישבח סיילי ניסטוין דוניה. נמיתוני סיל שיטוין דוניה. סיל מישהי, ולי דובר גורוס למישהי. הר של אדם כדרס בחונים אדונאי דשתו בשים, בוזם חסט. פס, הישבח מלכות אורי ישר נמגני, גונוני אין חלגתה, אין גונוני צמצום א'ה. וסיין נמגויית אינה מקבלת כלום מאור העליון. לאחרי צמצום, ועד איזה כצמצום שוד, דיגי אין נור, מוסתרים מלכות נמתוני בגילה. ממש מכוח המעלת האור חוזר שבה, חודבן מחרוש רוי המלכות, גופתים יהיה מסך כזו שתה, כנתוני הישבח אור ישר בגילה, פעם אדם כתו אין דוניה הסש, מוסתרימן נמתוני נורו בגילה, אלא פרד נור מונעקס קוננדה לא מתוני בגילה, יעני אור חוזר לא מתונה בגירה, ברא המין המסך ובשדודה, כמסכה תוליד אור חוזר קונה. אין מסכם פחד רוי המלכותה, ואין מלכותה כחודרת דורה, נורו בקשה ופס בזנה, אין מסכה פחד תוי דהנה. תוי המלכות ראשה, שום באים מגיעים ראש, כתר, שורש, אינג'ו אסקי תפילין מזרי, חוכמה צ'שמה דסה רוסה, בינה דסה צ'פה, חסד גושה דסה רוסה, גבורה גושה דסה צ'פה, ביני כיפרתה, כסובת קרדים, אז דורוס שזה אז שיש אנרג'י, והפתומי מלכותה. פס מי בינים כדחת ספירות תוי כלעס, מלכות השפס דהון האדמה ורוי דהון מסך גזושתה. נגח קונית דו תא לב, אגר חוב נגח קונית לב בבלע רו בש מגים נצח, לב פאין רו בש מגים חוד, זבון רו בש מגים יסוד, ותמם דאירה דהון רו מגים מלכות. פס כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, וכוליית דהן מלכות. כי אם דהן, הם אז יסוד דורש שזה, הם אז נצח דורש שזה, והם הוד. פס מלכות דורש שזה, אז צ'הרת ורנסת האנרג'י, נצח, הוד, יסוד, וכוליאתש, כוללש, מלכות. משמיענו שאף על פי שבחינה דלת שהיא המלכות, אינה מקבלת כלום מאור העליון לאחר הצמצום ממש, מכוח מעלת האור חוזר שבה, ונחשבת לספירה חשובה כמו שאר הספירות. מלכות כנור אינה מגירה, ולי נוחתה ספירות דיגי נור מגירן. אגל נוחתה ספירות נור מגירן, מלכות נור נמגירה, פס מלכות היה ארזשש, מסל אין נוחתה ספירות, רב תוזי מדם בלה. בלה איני כאון מלכות, כי יג אור חוזרי דורוס מקונה, יג נור אמון עקס קוננדה דורוס מקונה, כאון נור אמון עקס קוננדה, כמי שאור חוזר, תעלוג דרי, המון נור סחמיה חודשה, אור תבדיל מקונה באור חוזר. יעני סחמיה חודשה מגירה ג'חת דורוס קרדן ודריאב קרדן ברוי דיגרם. אין אור חוזר,
یعنی سهمیه خودش همونجوری که هفته پیش گفتیم سهمیه خودش رو پس میزنه و اون سهمیه لیبوش میشه برای نه تا سفیروت اوروتی که نورهاییست که بالای سرش و به این وسیله یک لباس درست میکنه. اینی که به خاطر همینی که موقعی که یه فکر میاد توی کلمه فکر کنی ببینی یه نخ بالای سر من بهش میگیم اورخسه، میاد این نوره میاد یک فکر میاره تو کله من. من 75,000 فکر در روز میگیرم، همشو که انتخاب نمیکنم، بعضی فکرها رو اصلا راجبش فکر نمیکنم، ولی یه فکر میگم ها واسه ببینم این الان فهمیدم، الان گرفتمش. اون چیزی فکری که من گرفتم رو، اون فکری که من گرفتم رو بهش چی میگیم؟ اورخوزه. چجوری گرفتمش؟ با درست کردن اورخوزه. واسه اینه میگوید که مشار سفیرو به هن اسر ولو تشا، میگه این ده تایی که تکامل رو به وجود میاره ده تاست، واسه اینه مینیان ده تا باید باشه، نمیتونه نقطه باشه، ده تا باید باشه. پس ده تکامل رو نشون میده، میگه این کاملی نمیتونه بهش اضافه کنی نمیتونی ازش کم کنی، این ده تا باید ده تا باشه، نمیتونه نه بهش اضافه کنی نه ده تا کم کنی. سفیرا یازدهمی نداریم، ده تا سفیر رو داریم. به اسر ولو خدسره مشمینو اینجا به تاکید میکنه اون شه ال تعالی الهدعتخا، میگه این رو باور نکن شیش گم کم بخینت کبلت اور الیون به بخینت دلت بیز اوفن شتیه. میگه خیلی خوب این نوره که برمیگردونی، اور خوزره که برمیگردونی، آیا از یکی کم نمیذاری از یکی به یکی دیگه اضافه میکنی؟ آخر که خیطه ملخود نخشبد لبت سفیروت، میگه اگر هست ملخوت اوریاشا پس یه ملخوت اورخوزرم باید باشه، پس تبدیل میشه دوتا ملخوت، یه ملخوتی که درست شده از نور مستقیم، یه ملخوتی که درست شده با نور برگشت منعکس شده، پس دو نوع ملخوت داریم. به هن ملخوت به اور یشر و ملخوت به اور خوزه، الکن هیه هم مصبر اخد سه سفیرو. میگه پس اگر الان دو تا ملخوت داریم ده تا سفیروت میشه یازده تا سفیرو. میگه نه این درست نیست، هنوز ده تا سفیروته. لزه مسیرینو اسر ولو خدسره، برای همین رب میگوید نه حسابت اشتباه نکن، الان به خاطر اینکه یه اورخوزه درست کردی ده تا نور به وجود، یازده تا نور به وجود نیوردی، یازده تا نور نیست، این همون نور اوریاشاره که الان شده نور منعکس کننده، هنوز تعداد ده تا ده تاست. که همال خود اینم کبلد می اوریاشار اف مشهور، و چون ملخود یا اوریاشار نمیگیره پس تعداد نورها ده تاست و نه یازده تا. 122 لما هرتسون لکبل، چرا راتسون خواسته، راتسون لکبل یعنی موقعی که اراده میکنیم ما دریافت کنیم بگیریم گیرنده بشیم، یعنی خواسته خود رو ابراز کنیم و بخوایم این خواسته رو اقناع کنیم. اینم میگره به پم خط. ما همیشه فکر میکردیم خصوص من در ابتدا اگر بیام بگم من خواسته دارم، ای خدا من دلم میخواد، خیلی هم دلم میخواد، این خواسته خواسته نیست که صدا کنیم کلی، برای درست کردن کلی یعنی ظرف گرفتن نور الهی
دلیل نمیشه که هر دفعه من بگم خدا من میخوام، پس کلی درست کردم خودم باید با اقنا کنه خواسته منو. نه، برای درست کردن خواسته وقت میبره، طول میکشه، زمان طول میکشه. در حقیقت امر یک خواسته حقیقی واقعا به میوه میرسه، یعنی به نتیجه میرسه، کامل میشه این خواسته، یک سال طول میکشه. چهار فاز، یعنی چهار ماه، چهار ماه یه فاز، هر فصل یه فاز، چهار فصل داریم که در 12 ماه هر فصلی 3 ماه داره. ماه دست انرژی دست راست، انرژی دست چپ، انرژی وسط، روش تخصف. هم باید این ماه سر داشته باشه، هم تنش کامل بشه، هم آخرش کامل بشه. میشه 10 تا اولی، 10 تا سفیرای دومی، 10 تا سفیرای سومی، یکی هم کلل داره، میشه 31. 31 میشه کلت. کلیتش میشه 10 تا. اینجاست که میگوید لما رتون لکبل اینا میدگله به پمخن. چرا یک دفعه این رتون لکبله ظاهر نمیشه؟ چرا طول میکشه؟ اینقدر زمان میبره که من یک لی درست کنم، یک خواسته ای که نور الهیت رو بخواد بگیره، اینقدر طول میکشه. چرا نمیتونم به خدا بگم امر حقیقت که واقعا این خواسته منه، این من میخوام از تو بگیرم؟ راه توضیح میدن لیوت حفوخ میهشورش. رتون لکبل یعنی اراده جهت گرفتن نور الهی، اش میگیم رتون لکبل. دقیقا برعکس، متضاد با کتر. رفت توضیح میده که هشورش صورت و اخلهش بیه، کتر اخلاقیتش، کرکتر کتر اینی که فقط لحشبیه، یعنی فقط تاثیر بذاره، سبب بشه. کوچکترین خواسته ای توش نیست تو کتر، هیچ. 100% رتون لحشبیه، چون نور الهیست. هر جا که کتر پیدا میکنید از انصاف درست شده، از نور الهی درست شده، از نور انصاف درست شده. و این نور انصاف و این خواسته و این انرژی که بهش میگیم کتر، که مرجع 10 تا سفیروته، کاملا رتون لحشبیه، یعنی رتونیست که فقط میخواد بتابه، سبب بشه. لیوت حفوخ میشورش و رتون لکبل درست برعکسه، نمیخواد لحش بیا کنه، نمیخواد سبب بشه، میخواد فقط گیرنده باشه. پس میبینیم دو قطب متضاد از کتر شروع میشه به رتون، اراده سبب شدن، که آخر تولید میشه یک کلی که فقط رتون لکبل، که از شورش صورتو اخلش بیه، چون کتر شورش فقط میخواد سبب باشه. و بخیند دلت اخ لکبل، و بخیند دلت که فاز چهارمیه که بهش میگیم ملخوت، فقط میخواد گیرنده باشه. و ای افشال لبت حفوخیم شیطو زمیزه ببخیند سیبا و مسوب.
و خیلی امکان نداره، ای افشار امکان نداره که دوتا متضاد این هر دو از یه نیرو درست شدن، ولی یکیش نیرو اینه که سبب میخواد بشه، این برای خط چیه آخر خط اینه که این میخواد بگیره، اراده گرفتن داره، دوتا متضادن. از این نوره شورش، از این نقطه شورش برسیم به نقطه معکوسش متضادش، یک دفعه نمیتونه اتفاق بیفته. چیاتو زومی زمی بخینت سیباب و مسوباب، فقط به خاطر سبب و مسبب، سبب و مسبب یعنی کلی میشه سبب، بعد مسبب میشه که یه خخمایی بیاد، بعد خخما میشه سبب و مسببی که یک بینایی بیاد، و این بینایی سبب میشه و مسبب میشه که یک زیرمپینی به وجود بیاد، و این زیرمپینه که 6 تا نقطه داره، 6 تا نیرو درش هست، این 6 تا نیرو با هم یکی میشن که یک راتسونی رو به وجود بیارن به اسم راتسون لکبه. پس و 4 فاز بره از شورش برسه به راتسون لکبه. الالیدهشتل شلوت مدرگال عدلت هشتل شلوت مدرگال، یعنی یک سلسله مراتب رو باید طی کنه تا برسه به این نتیجه. اول شروع میشه این نوره، خود نوره میاد، موقعی که میره توی خخما، نیروی خخما و قدرتی داره که در وجود انسان خواسته به وجود بیاره. این قدرت ارخخماست. تو ارخخما هم درست کردن کلیه خواسته هست و هم قدرت ارضا کردن اون خواسته، هر دو تو نور خخما هست. نور خخما سینه میگه هکل به خخما است. خدا در وجود تو یه خواسته به وجود میاره و اون خواسته رو به وجود میاره که بگی من میخوام، بری سعی کنی، کوشش کنی که این کلی رو درست کنی که بتونی نور رو بگیری. چرا خدا برای من سخت کرده؟ 1 سال باید زحمت بکشم، 3 تا رگلیم برم، معدیم رو بگیرم، میتوت بکنم، شبات به شبات 52 شبات رو پر کنم، یک کلی رو کامل کنم. اینقدر سخت؟ یک دلیل که نون خجالت نخورم، که نون خجالت نخورم، که بعدا قدرت این داشته باشم که شریک الهیت بشم در امور این خلقت. پس این رب ادامه میدهد، میگه لعت لعت، یواش یواش میتونی این کلی رو درست کنی. خواسته اینی که نور الهیت، نور شخینا در تو مستقر بشه، بیاد در وجوده، به این میگیم کلی. چون راتل کبل من چی میخوام بگیرم؟ اگر نور اراده الهیت، اراده الهیت رو بکنم اراده خودم، راتسون خدا رو بکنم راتسون خودم، یعنی انگشتای من تکون بخوره، کاری رو بکنه، استفاده کنه از راتسون الهیت. برای اینی که کلی نور الهیت بشم، نور شخینا بشم، باید زحمت بکشم براش، باید واقعا 4 فاز رو کامل کنم. حالا جزئیات این فازه روز به روز میشه، جزئیاتش کلیتش کامل میشه در پوریم. آخر پوریم واقعا 11 ماه گذشته، موقعی که پوریم میاد 12 ماه گذشته، از پسخ گذشته تا این پوریمی که میاد 12 ماه، 4 فاز، 4 از بهار شروع میشه، به این زمستانمون ختم میشه و این موقعی است که تکامل شده اون کلیه من در اون 4 فاز لازم و ملزوم برای درست کردن کلی. که از شورش هو رک سیبال بخیند علی، کتر سبب برای به وجود آمدن و آشکار شدن خخما که بهش میگیم بخیند علف.
הקרובה ביותר מכולם. חוכמה אז חמה צ'י נזיקתר בכתרה. יעני, מורי כדרכת, תוכמה מיקרים תוי חוק, תוכמה מיקרים תוי חוק, ותוי חוק כמיקרים רישה דר מיות. אי רישה משה חוכמה. תנה דרכת דר מיות, ומשה בינה. מבינים כי רישה ואוון אשכר ניס, רישה אנו תוכוקה. אשכר ניס שג'ורי מידווה איך רישה דר, כג'אי חוק וזמין מידווה. ولی موقعی که تنه درخت میاد اون کلیت فهم و درد میاد آشکار میشه، شاخه ها آشکار میشه، برگا و میوه ها و میوه ها و بعد ملخوت آخر آشکار میشه. فاز چهارم از اینی که یک تخمی برسه به یک میوه یک دفعه اتفاق نمیفته، بعد این تخمه ریشه بده، ریشه تنه درخت بده، تنه درخت و شاخه بده، برگ بده، گل بده، وقتی که داد درست چهار فاز کامل میکنه تا اینکه میوه بده، میوه ملخوتشه. واسه اینه میبینیم تو هر میوه از سه آخرش درونشه. چرا ما ایلانود داریم این یک شنبهی که میاد؟ اینی که میوه های زندگیمون رو که هفتا میوه است، هفت میوه است که مال ارث اسرائیل و این هفت تا میوه رو به خصوص روش برخا میگیم. البته 30 تا میوه هستش که میتونیم بهش برخا بگیریم و میخوریم، ولی هفت تاش مال دنیای اصیلوت، مال دنیای ارث اسرائیل و رو اونها برخا میگیم. این هفت تا نمودار چیا هستن؟ خسد گبرا تیفر نسا خود یسود که بهش میگیم ز ایرمپین پیفرت و هفتمیش ملخوت. پس آخر موقعی که میرسیم به ایلانوت و جشن ایلانوت، اینه که فصلیست که میوه زندگی ما آشکار شده و روی اون میوه ها برخا میگیم. میوه ها چی هستن؟ کلیه ملخوت، کلیه رسان لکبر بخینت الف و بخینت بیت و بخینت بت و بخینت گیمل و آخر که خگیمل از افشار شتتگله بخینت دله. پس اولی بخینت شورش بخینت الف رو آشکار میکنه، بخینت الف بخینت بت آشکار میکنه، بخینت بت بخینت گیمل آشرا میکنه و بخینت گیمل، بخینت گیمل یعنی زیرمپین، ملخوت را آشکار میکنه. مسبب تیکون و آشکاری ملخوت کی میشه پس؟ زئیرمپین، یود هی و به یا تیفرت. 123 למה האביות נחשבת לפנימיות؟ ما میدونیم که هر وجودی، هر کلی، ما وجود من یک کلیه که با تزکیه کردن و پاک کردنش قدرت اینو دارم که نور الهیت و شخینا رو، یعنی بدنی درست کنم که متین این باشه که نور الهیت درونش مستقر بشه، و تا این درون پاک نشه نور الهیت نمیتونه درونش مستقر بشه، چون خدا نمیتونه خودش رو عوض کنه. خدا من کادوشه، نور الهیت کادوشه، کامل. اگر بیا توی وجودی که نقص داره، نوره هم نقص دار میشه. پس شخینا نمیتونه در وجود آدم مستقر بشه مگر اینکه اون وجود تا اون حدی که پاک شده، تا اون حد قدرت داره وصل بشه به نور الهیت. موقعی که تمام کردیم وجود رو و کاملا 100% به اون پاکی روحانی رسید، میشه آدم روحانی، میشه صدیق. کار خودش کرده، تکامل خودش کرده، فاز چهار فاز زندگی خودشو. واسه این سجل ما هم چهار تا فاز داره. فاز اول تولد، فاز دوم ازدواج، فاز سوم فرزندان، فاز چهارم مرگ. چهار برگ داریم ما تو سجل، چون چهار فصل زندگی رو نشون میده. و اینجاست که رب موقعی که میگوید لما اویود نخشبت لپینیمیوت، 123
میشوم چه عویود، برای اینی که عویود این غلظتی که داریم صحبت میکنیم، این نیروی قدرت مسخه، گفتیم دوباره مسخ رو تعریف میکنم، مسخ اون قدرت الهی است که هم قدرت کشش نور الهی رو داره، هم قدرت پس زدنش رو داره. پنجا پنجا، هم میتونه بکشه هم میتونه پس بزنه. یعنی همون چیزی که میگه من خیلی دلم میخواد، همونی که میگه خیلی دلم میخواد، همون خیلی دلم میخواد هم میتونه پس بزنه. این قدرت مسخه. مگر اینکه من تصمیم بگیرم این قدرت رو کنسل کنم، فقط بکشم ولی پس نزنم. میگه چون گفتیم در دنیای کابالا تنها جوری که میتونیم دریافت کنیم با ارخوزره، یعنی درست کنیم نور منعکس کننده. برای همینم خدا من خورشید گذاشته که نور مستقیمه، بعد نشون داده که ماه که گیرندشه فقط میتونه منعکس کنه نور. بقای ما به خاطر این که اونجا هستش که منعکس کنه، نور منعکس کننده ای رو تولید کنه، و اون نور منعکس کننده کنترل میکنه تمام آبهای روی زمین رو، تمام احساسات و مود روحیه همه دنیا رو این ماه کنترل میکنه، فقط به خاطر اینکه نور منعکس کننده است. نوری از خودش نداره، نور خورشید منعکس میکنه و اون نور منعکس شده قدرت اینو داره که این کارها رو بکنه. میشوم شه ها اویوت هی کلی همشخه، چون اویوت که میگیم این لغت اویوت خیلی مهمه، چون توش عین بت داره. عین بت یعنی خسه، که توش دو تا هیت پشتوت میشه که میشه یود وو. یه هیت پشتوت اولی داریم که یود شم هشمه، یه هیت پشتوت دومی داریم که وو شم هشمه. یود اور خخما میاره، وو اور خسدین میاره. بعد دو تا ه داره، دو تا کلی داره. ه اولی کلی یوده، کلی خخماست که بیناست، و ملخوت کلی اور خسدینه که وابه. الان میگوید میشوم شه اویوت هی کلی همشخه، چون این اویوته است که مسبب میشه که نور کشیده بشه. به خینات کلی کبله شعی کاری، چون ما چی میخوایم درست کنیم؟ میخوایم کلی کبله رو درست کنیم، میخوایم یک کلی باشه که اراده الهیت درونش بتونه مستقل بشه. من فقط با اراده خدا میتونم کاری بکنم، اگر اراده خدا توی من نباشه کاری نمیتونم انجام بدم. واسه این البته گناه چی میشه، خطا چی میشه، خیانت کردن به خدا چی میشه که نورشو بگیرم به یه منظوری بگیرم غیر از منظور الهی. داشت میگیم خطا، کلی درست کنم بگیرم این نوره رو، بعد این نوره رو استفاده کنم جهت غلط. واسه این خداوند درست بهم گفته اول کلی درست کن که نون خجالت نکشی، بعد نون خجالت که نکشیدی و کلی رو که درست کردی، الان کلی داری، میتونی نور از من بگیری، اراده من رو بگیری. اراده من رو گرفتی، تازه مسئولیت داری، چون اراده منو گرفتی باید به نفع اصلا این اراده رو استفاده کنی، این اراده رو به اون مقصدی برسونی که نور به تو داده شده. واسه این میگه کلی کابالا حقیقت، از همه مهمتره کلی کابالا. منظور ما درست کردن اون کلیه یعنی چی؟ یعنی وجود نشامه یک اسرائیل اینه که باید کلی باشه، یعنی باید اون ظرفی باشه، اون گیرندهی باشه که متین این باشه که نور الهیت درونش مستقر شه. و الگده ها ارخوزرش اوله میمنه، و این ملخوته چون نور من اکس کننده درست میکنه مثل ما، و الکن میخشه به تعبیوت چه به کلی لپینیمیوت کلی. و
به اندازه اون اویوتی که من دارم، مسخ من داره، من میتونم کلی درست کنم. هرچی اویوت من بیشتر باشه، کلی من تعالی تره، بزرگتره، عالی تره. و حفی خود به اویوت چه با نخشبت لخیتسونیو چه یوتر، اونقدری که من قدرت ندارم، تمام نور الهی رو بگیرم، اون مقداری که اویوت دارم میتونم نور بگیرم، به مقدار اویوت میتونم نور بیارم تو وجود خودم. یعنی چی؟ اونقدری که پول دارم میتونم غذا بخرم و بخورم بکنم درونم، اون پولی که ندارم اون مقدار غذایی رو که بخرم، اون غذایی چکا میمونه؟ باقی میمونه، بیرون میمونه. اونی که من قدرت دارم دریافت کنم میاد درون من، نه تمام نورهای دنیا، فقط اون قدری که من قدرت گیرایی دارم به من داده میشه، نه بیشتر نه کمتر. طبق قدرت اون کلی که درست کردم ارضا میشم، نه بیشتر نه کمتر. و هزخ لگمره شبا نخشب لخیسونیوت چه لگمره. پس همیشه نورهایی که من اویود ندارم، بهش میگیم زاختره، تسکیه تره، چون اویود نداره، نورهای بیرونیه. پس نورهایی که من احاطه میکنه دلزد نداره، مربوط به من هست، چون در حدود 80 سانتیمتر نورهایی که باید وارد وجود من بشن دورور من احاطه شدن. 80 سانتیمتر یک دایره بزنی، این دورور حد منه. واسه اینه یه نفر که نزدیک میشه به وجود شما، شما حس میکنی که اومده یک انرژی است که نزدیک به شماست، چون 80 سانتی متر مقداریه شماست. این نورایی که بیرون مونده ولی تعلق به شما داره، زختره، یعنی اویوت نداره به اندازه اون نوری که رفته توی شما. اون نوری که تونستین شما هضم کنین و بگیرین و درون خودتون بیارین رو بهش میگیم اورپینینی. اون نوری که هنوز بیرون مونده و زختره و اویوت اونقدر اویوت نداره که بره تو، رو بهش میگیم خیسونیوت، نورای احاطه کننده، نور مکیف، نور بیرونی. 123 معذرت میخوام، 124 למה דווקא הפנימות נחשבת לכלי הקבלה? נגיד בבין, נור הבירוני הסבנו מי שבכלי. כאן אז משנקה לי. חילי שזה עשש כמם בעד יעד בגירה. ואני אני זה יעד נגרפתם, אז הוא שזה יעד נגרפתם, לא נתונם אסטפאדה כולם. שום בירון הזמני. اون چیزی که هضم کردم و آوردم درونم میتونم با شما صحبت کنم. از چیزی که نمیدونم نمیتونم با شما صحبت کنم. از چیزی که هضم کردم و فهمیدم میتونم با شما صحبت کنم. همینجورم نوره. برای همینه رب میگوید لما دفکه هپینیمیود نخشب لکلیه کبلا. چرا باید فقط اون نوری که وارد شده بشه کلیه کبلا، اون چیزی که از کردم. چه ندمه لعوی دوفن شل کلی. میگه نگاه کنید که یک کلی چقدر کلوفتی داره، قدرت گیراییش چیه؟ یعنی چی چقدر کلوفته؟ چقدر اویوت داره، یعنی که چقدر ظرفیت داره. ظرفیت هر کلی مربوط به اویوتیست که داره. اگه اویوتش یکی باشه
بخلاف الف باشه ظرفیت گیرندگی نداره. موقعی که دوتا باشه بخلاف بت باشه، یعنی بینا باشه، فقط بینایی باشه دوش، ظرفیتش از الف بیشتره، ولی هنوز ظرفیتی نیستش که کلی درست کنه. اگر بخلاف گیمل باشه ظرفیتی پیدا میکنه که بیشتر قدرت گیرندگی داره. اگر بخیند دلت باشه اون هشتوکوتش، غلزتش، اویوتش، از همه بیشتر پتانسیال درست کردن کلی داره. پس الف از همه ضعیفتره، دلت از همه قویتره. اینجاست که میگوید شنیم ده لعوی ده اوفن شلکلی. پس همه چی بستگی داره به اون کلوفتی و غلظت اویوت، کلی که درست میکنیم، چون کلی درست میشه از اویوت. هم متونه به نعصه میدلت کلی پوت میسووف زو میزو. هر کدوم از این اویوتا یه قشری درست میکنه. پس باید واقعا چهار تا بخینه داریم، چهار فصل داریم، این کلیه از چهار قشر کامل بشه که قدرت گیرندگی کامل رو دریافت کنه. اگر فقط خخمه باشه قشر این ظرفه، اونقدر مستحکم نیست که بتونه نور رو در خودش نگه داره. بخند دو هم نمیتونه، بخند گیمل هم نمیتونه تا اینکه بخند گیمل دلت باشه. یعنی تا اویود نباشه به حد اعلا، اون کلیه من کامل نیست. این خیلی نقطه مهمیه. چه نیدمه لعوی ده اوفن شل کلی، دوفن شل کلی. یعنی این مهمه که چه قدرت داره. ببینید یک لیوانه که به شما میدن، میگن این لیوانه برای آب سرده، آب خوردنه. اگر تو این آب، من آب جوش بریزم میترکه. یه لیوانه که میتونیم بذاریم توی مایکروویو، یه لیوانه که نمیتونیم بذاریم توی مایکروویو، بذاریم میشکنه. تنها کلی که میتونه واقعا نور الهی رو بگیره کلیست که بخینه دلته. بخند الف قدری که گیرندگی داره، اونقدر گیرندگی داره که بخند بتو درست کنه. بخند بت اینقدر قدرت گیرندگی داره که بخند گیمل درست کنه. بخند گیمل اینقدر قدرت گیرندگی داره که بخند دلت درست کنه. بخند دلت اینقدر قدرت داره که کلی رو کامل کنه. کلی رو کامل کنه. و فقط بخینه دلک که میتونه کلی رو کامل کنه. مثلا اینو میگیم جان فشانی برای درست کردن کلی الهی، کلی که الهیت در اونش مستقر بشه. یک راه خود فدا کردن. مثلا اینو موقعی که میگیم شمع اسرائیل که حد علای یهود با هشم، بخینه دلته خب دلته، حد کمال حاضرم چهار مرگ رو قبول کنم. چهار مرگ، چهار نوع مرگ، چه با سنگ، چه با خیره، چه با خفه شدن، چه با آتش، هرچی چهار نوع مرگ هست قبول کنم. یعنی حد علای جانفشان فداکاری. تا به این حد نرسم کلی درست نکردم. یک سال دیگه بریم. 125. به من نفخن گدلوت و کتنوت شر ها علمات. به چی میگیم یه علمی گدوله یه علمی کتن؟ کتن گدلوت یعنی کوچیکی و بزرگی چه معنایی داره؟ بالغ شدن و بالغ نبودن چه؟ یه نفر که بالغ نیست یه حالتی داره. موقعی که بالغ میشه
بهش میگیم گدول شده. موقعی که بچه است کتنه، موقعی که بالغ میشه میگیم گدوله. پس توی دنیای روحانیت هم این کتنوت گدلوت وجود داره. به میده اور خوزر شمعله همسخ شبه اوتو همدرگه او اوتو اولم. یه گدلوت و کتنوت یک فرد بستگی به چیش داره؟ به اون آویوتش داره. اگر یک بچه کوچیکی رو بپرسین که چقدر تو واقعا میخوای به خدا نزدیک باشی، این سوال براش صغیره، نمیتونه حتی بهتون جواب بده چون کوچیکه. ولی موقعی که بر میتسوا میکنه و میاد پای تورا و سیسید میدازه و تفیلین میذاره، بعد آگاهی اینو پیدا میکنه که چقدر واقعا میخواد به خدای خود نزدیک بشه. پس از اون کوچیک بودن نادانی به یک دانایی رسیدی که تفیلین هست، سیسید هست، تورا هست، خدا هست و میتسوت تورا هست. این آگاهی یک گدلوتی برش میره، یک بزرگ شده، الان فهم پیدا کرده، الان کلی یاد گرفتن رو درست کرده. کلی یاد یعنی از سنه که به دنیا میاد تا 13 سالگی کلی درست میکنه برای یاد گرفتن. از 13 سالگی شروع میکنه یاد گرفتن تا به یک بلوغ روحانی میرسه، به دنیای تعالی میرسه. اون موقع بزرگ شده، صدیق که بشه کارش کامل کرده، کلی کامل ساخته. کلی کامل موقعی است که صدیق شده آدم، صداقت مرام زندگیش وارسته شده. آدم وارسته میتونه صدیق بشه. یه آدمی که وارسته نیست، صداقته براش مشکله. وارستگی بستگی به صداقت داره، صداقت بستگی به وارستگی داره. صداقت مربوط به یسوده، یسود آدم باید صداقت باشه، صدیق باشه. خود کلیش باید وارسته باشه، فقط وابسته باشه به گرفتن نور الهیت، عامل باشه برای نور الهیت. بسیار عالی، نباشید استاد، زنده باشید. از حضورتون تشکر میکنیم. دوستان، تا استاد بزرگوار ما یک لیوان آب نوش جان بکنن، اگر کسی در این رابطه خواهش میکنم بفرم. برو خطا دونای روحین ملخ اولام شکر نیابد برو آمن و آمن. اگر کسی در ارتباط با متن این درسی که استاد الان فرمودن سوالی داره، میتونه میکروفونش رو روشن کنه بپرسه. در وهله دوم اگر کسی سوال متفرده داره بپرسه. شالوم رب با شالوم به همگی. شالوم امشب چرا آقای بنیامین؟ من رانندگی میکردم، یه 10 دقیقه بیشتر نرسیدم. من در رابطه با کلاس سوال ندارم، ولی یه مشکلی دارم که شاید مشکل خیلی ها باشه و چندین سال باش درگیرم، خواستم یه مشورتی کنم با ربای. جناب ربای، به من چندین کیس معرفی میکنن یا کردن برای